تا داشته ام فقط تو را داشته ام، تا داشته ام فقط تو را داشته ام، با عشق تو قد و قامت افراشته ام، بوی صلوات می دهد دستانم، بوی صلوات می دهد دستانم، از بس که گل محمدی کاشته ام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده پیامبر رحمت، خدمتتون سلام عرض میکنم. شب شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشاءالله. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار هستیم. امشب هم در مقابل دیدگان مهربان شما قرار گرفتیم، همونطور که شب گذشته بهتون قول داده بودیم این ساعت، البته با چند دقیقه تأخیر، خدمت شما رسیدیم تا این برنامه رو همراهی کنید. انشاءالله ما رو تماشا کنید، برنامه ما رو مخصوصا. و جناب استاد رائفی پور مهمان برنامه امشب ما هستن، چهره‌ای که هم بیانشون دوست داشتنیست، هم چهرهشون دوست داشتنیست، و مطمئن هستم که برنامه امشب ما هم مورد توجه و عنایت شما قرار خواهد گرفت. بسم الله، از همین ابتدای برنامه میتونید اعلام حضور بکنید، به ما کمک بکنید. اگر میخواید پیام بدید، اگر میخواید عشق و محبت و ارادت خودتون رو به ساحت مقدس نبی گرامی اسلام نشون بدید، هم از طریق پیامک که 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی است، و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت، و همچنین تلفن ها که به صورت پیامگیر هست، ضبط میشه صدای شما و پخش میشه. عشق و ارادت و محبتی که به ساحت نبی گرامی اسلام دارید، اگر میخواید نشون بدید و اگر میخواید اعلام انزجار بکنید از این اتفاقی که افتاد و توهین و جسارتی که به ساحت نبی گرامی اسلام در کشور فرانسه و در اون مجله رخ داد و قلب همه مسلمانان عالم رو جریحه دار کرد، یا بهتر باید بگیم قلب همه آزادگان عالم رو جریحه دار کرد. شما هم عزیزان بیننده ما، هر کجا که هستید، چه در ایران اسلامی، چه هر جای این کره خاکی که همراهی میکنید، نگاه مهربانتون رو هدیه دادید، از این طرقی که خدمتون عرض کردم، هم پیامک هم تلفن ها میتونید کمک بکنید، پیام هاتون رو بدید، لبیک یا رسول الله بفرستید، هر جوری که خودتون فکر میکنید میتونید تو این راه کمک بکنید. ما با افتخار در خدمت شما هستیم و انشالله که بتونیم امشب هم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. جناب آقای رائفی پور، خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت، خیلی خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. از اینکه در خدمت شما و این بزرگواران هستم، خداوند حضور شاکرم. ممنونم، خیلی خوش آمدید، زحمت کشید، از راه دور هم اومدید، مسیر راه رو طی کردید. انشالله که خدا به شما انرژی بده، قوت بده در این مسیری که حرکت میکنید و همیشه باعث دلگرمی مخصوصا جوانهای عزیز بودید. انشالله همچنان این قوت ادامه پیدا کنه. جناب استاد رائفی پور، خب شاهد بودیم که چندی پیش جسارتی به ساحت مقدس نبی گرامی اسلام رخ داد، کاریکاتوری که در کشور اروپایی، کشور فرانسه چاپ شد و بعد از اون هم در حد خیلی زیاد میلیونی تیتراژش بالا رفت و در جاهای مختلف به زبانهای مختلف اومدن چاپ کردن. میخوایم ببینیم که از زبان شما که تحلیلگر هستید، پژوهشگر هستید، سالها تو این عرصه کار کردید، واقعا ماجرا چی بود، چرا این اتفاق افتاد؟ بله، متاسفانه ما هم مثل بقیه مسلمانان و همه انسان‌های آزاده جهان از این اتفاق ناراحت شدیم. ببینید، متاسفانه سال‌هاست که اینها آزادی بیان بهانه قرار دادن. من نمی‌خوام روتین و کلیشه‌ای حرف بزنم، این یه حقیقته. در اروپا هیچ کسی جرأت نداره علیه صهیونیسم حرف بزنه. کسی که علیه صهیونیسم کوچکترین انتقادی می‌کنن، روانه زندان‌ها میشن، از کار اخراج میشن. یعنی اونجا آزادی بیان نیست، آزادی بیان محاصره شده و انتخاب شده. فقط تو این بخش شما باید آزادی داشته باشید، تو بخش دیگر نباید داشته باشید. اینا واقعا دردآوره. یعنی اگر بدونی شما مشی طرف مقابلتون همینه، میدونید چطور باید با او برخورد بکنید. اما اینا سیاست یک بام و دو هوا دارن. اما این زیاد محل بحث من نیست، دوست دارم یه خورده ریشه‌ای تر به این مسائل بپردازیم. ببینید، ما توی مباحث استراتژیک میگیم وقتی یک اتفاق میفته، شما گول رنگ و لعاب و ادویه و بو و این چیزایی که میزنن معمولا روی چیزی که حواسا رو پرت بکنه نخور. کار شیطان اصلا همینه، تزیین میکنه، زخرف کار شیطان، یعنی مزخرف درست میکنه. مزخرف اون چیزی که
بیرون زیبایی داره اما درون مایه نداره. بعد از اینها عبور کرد. ما میایم وقتی اتفاقی میفته با خودمون میگیم که چه کسای زینفعن، چه کسای سود میبرن، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. شما وقتی نگاه بکنید میبینید توی همچین واقعی، همچین ماجرایی هیچ چیزی نصیب مسلمان ها نمیشه به هیچ وجه من الوجود، یعنی کوچکترین سودی نمیبرن الا اینکه بدنامی نصیبشون بشه، یعنی مسلمان ها رو مساوی با تروریست بدونن. متاسفانه عبارت خیلی بدتر هم داره استفاده میشه، من آن عبا دارم استفاده بکنم، توهین به مقدساتشون بشه. کدام مسلمان راضیه که کاریکاتور از پیامبرش بکشن یا در میدان جمهوری پاریس قرآن رو با آتش بکشن؟ هم اتفاق افتاد تو همین تجمعاتی که بعد از این اتفاق معمولا تو رسانه باستاب نداشت. اونایی که برای حمایت اومده بود، بله، قرآن رو بعد کاریکاتورهای دو سه سال پیش شارلی ابدو رو برداشتن آوردن که علی پیامبر کشیده شده، همین رو بالا گرفتن. بله خب، و باید ببینیم چه کسی سود میبره. خب ببینیم کدوم مسلمانی دوست داشته باشه قرآنش با آتش کشیده بشه، پیامبرش بهش توهین بشه و خودش مساوی یک تروریست انگاشته بشه. بعد این جریان، خب ما با بسیاری از مستبصرین کشور اروپا ارتباط داریم، اینو با ارتباط دارن، تماس میگرفتن اینا از خود همین فرانسه، میگفتن آقا اصلا ما دیگه اینجا نمیتونیم نفس بکشیم. میگفت صرف داشتن یه ظاهر اسلامی، صرف داشتن یک ظاهر اسلامی موجب میشه که تو خیابون به تو توهین بکنن، داری رد میشی به یه متلکی بندازن. خب شما میدونید دیگه در همین دو هفته نزدیک به 116 مورد حمله مسلمان ها بوده، مثلا بی سابقه است توی همین دو هفته. اینا دیگه انتقال داده نمیشه، انتقال خبری. مساجدی که آتیش زدن، بله مساجدی که آتیش زدن. اصلا آخرین نفر فردی بود که محمد المکویی، احتمالاً باید به شما عبارت اسم فرانسویشو خوندم، ایشون 17 ضربه چاقو کشتن کنار خیابون و حتی شبکه‌های خبری فرانسه زیرنویس هم نرفتن بابت این. من یه بحث دیگه دارم، میگم بریم رو ریشه ها بپردازیم. نگاه بکنید شما، من یادم زمانی که شبکه خبر خودمون تلویزیون جمهوری اسلامی داشت اخبار رو رد میکرد و درج میکرد، من داشتم نگاه میکردم، گفتش که در مجموع مثلا اینا 20 نفر چقدر گفت تو این ماجرا کشته شدن، همون لحظه داشت زیرنویسی رد میشد. خب این شبکه خبری همطور زیرنویس هم داره، نوشته شده 25 نفر در نینوا امروز توسط داعش به شهادت رسیدن. با خودم گفتم عجب، ببینید این، چون حالا اینا اروپا ما تایید نمیکنیم و خود نکنه رفتاره داریم، ما خود مخالف این اتفاقیم. ما اصلا این افراط هایی که از سر جهل و نفهمی سر زده و داره آبروی اسلام مسلمین میبره، خدا لعنت کنه با اسبانیش و بنیانگذارانشون گرفته تا اون کسایی که امروز پیروان دارن همینطوری این مسیر رو پیش میبرن. خب از هم محمد بن عبدالوهاب گرفت که اینو بنیانگذاری کرد، از اون ابن تیمیه ملعون گرفت اینو بنیانگذاری کرد که امروز بیان کاریکاتور علی پیامبر ما بکشن، لعنت خدا بر اینها. خب اینا بنیانگذاران اینا، همون کسایی که یه روزی من وقت باشه همین شبکه‌تون میام دونه دونه فتاوای این آقای ابن تیمیه رو با تورات براتون مقایسه میکنم که اصلا ایشون اومد یه توراتی رو در قالب فتاوا آورد. من خب الحمدلله برنامه داشتید. خب یعنی یک حقیقتیه، امروز دیگه پیامبر و قرآن مسئله صحابه و امیرالمؤمنین بحثا نیست، بذاریم کنار اینا رو. تو قرآن دیگه بحثی داریم، در مورد پیامبر ما بحثی داریم، بچه مشترک. من خدا رو گواه میگیرم به زور خودم نگه داشتم که آرام صحبت بکنم، چون رحمتا للعالمین اشرف مخلوقات، اولین مخلوقات در مقام و مرتبه و منزلت، اینطور بیاد بهش توهین بشه به خاطر یک بازی دو سربردی که گذاشتن اینا، یک سکه درویی که دوتا روش یه حرف داره میزنه، یک قیچی، بله، یک جریان تکفیری، یک جریان صهیونیسم اون طرف، اینا به هم دیگه به نفع هم دیگه دارن خوب بازی میکنن. خب اسلام چی عایده شده بعد از 11 سپتامبر؟ اسلام چی عایده شده جز این که به عراق حمله کردن، جز این که به افغانستان حمله کردن؟ برید آمارا رو بخونید، میگه نزدیک 1 میلیون کشته داده. 1 میلیون مسلمان آدم نبودن، همین 20 نفری که تو فرانسه کشته شدن آدم بودن. اونا هم آدم هن ها، من تو این حرفی ندارم، لعنت بر هر کسی که اینا رو ترتیب دادیم ماجراها رو. ما اعلام براءت جدی میکنیم، خب؟ محکوم هم میکنیم چون عقل محکوم میکنیم، چون سیره نبوی این نبوده، سیره علوی این نبوده. خب اما اینجا یه بحث دیگه است. خب بریم اینا از چی داره صحبت، از چی داره نشأت میگه، کیا سود میبرن؟ بنده وقتی بررسی میکنم میبینم اسلام اصلا زینف نیست الا اینکه آبروش بره،
الا اینکه امروز اسلامی که داره توی اروپا، خود مؤسسات حالا نظرسنجی غربی میگن تا 15 سال 20 سال آینده دین اول اروپا اسلامه، چجوری میشه جلوشو گرفت؟ با همین کارا. یعنی این کسی از سر جهل و نادانی بازی سرویس‌های امنیتی رو بخوره بیاد خودش بازی بکنه. این جریان بسیار مشکوکه، من الان دلیلش بررسی میکنم. ببینید، بیش از همه به نفع اسرائیل تموم شد. دلیلشو میگم، غیر منطقی بود، بینندگان عزیز نپذیرن. یک مسلمان کشی اینها توجیه پیدا کرد. الان اسرائیل با خودش میگن چی میگن؟ میگن آقا ما جلوی این وحوش داریم میجنگیم. خوب نیست ما دفاع کنیم؟ ما سنگر اول مبارزه جلوی این وحوش هستیم. ای این عبارتی که من خدمتون عرض کردم از خودم نبودا. این عیناً عبارت تئودور هرتزل، بنیانگذار فکری صهیونیسمه. ایشون به اروپایی‌ها میگه برای اینکه بتونه توجیه پیدا کنه شکل گیری این قده سرطانی اسرائیل، میاد چی میگه؟ میگه که آقا شما دوست ندارید یک سنگر همون جلو داشته باشید علیه این وحوش، وایلدز، میگه علیه این وحشی‌ها. یعنی میخواید سنگر داشته باشید؟ خب اسرائیل این سنگر. این توجیه پیدا نمی‌کنه. و اینا من به شما عرض بکنم، وقتی اینا یه کاری میکنن، از قبل شما به ریشه ها رو نگاه بکنید، میبینید از چند سال قبل فیلمای سینمایی اینا ساختن با عنوانی که مسلمانان رو وحوش نشون بدن و اسرائیل سنگر اول دفاع از بشریت بشه. نزدیک به 300 فیلم فقط اینها به عنوان زامبیا ساختن. 300 فیلم به عنوان زامبیا. زامبیا موجودات وحشی که هیچ عقلی ندارن. اینجا رو دقت کنید، انتحار میکنن. یه نکته، ماکس بروکس وقتی کتابشو مینویسه بر مبنای اون کتاب فیلم ورلد وار زد ساخته میشه، ازش میپرسن این زامبیای شما خیلی شبیه تروریستای یعنی مسلمان. میگه چون همشون رفتار شبیه به هم دارن، من این ایده رو گرفتم. آدمایی که رفتار لایعقل دارن و انتحار میکنن و اصلا اهل مباحثه نیستن، بحث براشون، خب کجا اسلام اهل بحث نبوده؟ اسلام که از بیخ و بنیان اهل مباحثه علمیه. حالا این وهابی اهل بحث نیستن، بحث و مباحثه رو حرام میدونن. خب بله، اونا به زامبیا شبیهن، ما میگیم. خب اما نکته که وجود داره، ببینید چه سوء استفاده هایی میشه. فیلم ساختن، 200 میلیون دلار خرجش کردن، بیش از 300 فیلم مستند ساختن. بعد بر مردم دنیا جا افتاد، یعنی از قبل اینکه این جریان تکفیری رو اینجوری تو این 3 سال اخیر اینطور تحریک کنن و سر کار بیارن، به مردم دنیا گفتن که آقا این فیلم ها رو میبینید، یعنی یه روزی به واقعیت منجر خواهد شد. من نمونه ها و تیکه های از این فیلم ها دارم و اگر اتاق فرمان آماده باشه، من یک بخش خیلی کوتاه 1-2 دقیقه پخش میکنم و روی خدمت شما عارض بشم صحبت بکنم. هر موقع عرض کردم این دوستان اتاق فرمان هم آماده هستن، تا انشالله شما یک آمادگی داشته باشید. من یک اشاره فقط خیلی کوتاه به پیامک های عزیزان داشته باشم. دوستان، برنامه زندگی پیامبر رحمت هست، تقدیم حضور شما میشه. جناب آقای رائفی پور هم مهمان برنامه ما هستن. خیلی از دوستان از جاهای مختلف سعی کردن یه جورایی عشق و محبتشون رو نشون بدن، بعضی ها انزجارشون رو نسبت به این توهین و جسارتی که به نبی گرامی اسلام شده. از همشون ممنون هستم. از بندر عباس، آقای مرتضی بدیعیان لطف کردن و از شهرک بابک، آقای فرامرز پیامک دادن، از امید آقا از خمینی شهر همچنین. چون من اگر بخوام تک تک پیام ها رو بخونم خیلی وقت میبره، طولانی میشه، ان شاء الله میخوایم کامل استفاده کنیم. آقای یاسر علی بخشی از همدان همچنین و بعضی از دوستان دیگه هم که پیامک دادن، حالا اسمشون رو نگفتن اما عشق و ارادت و محبتشون رو به این شکل نشون دادن. خب آقای رائفی پور، ما در خدمتتون هستیم. حالا من خدمت شما عرض میکنم که اینو چون انقدر این لپتاپ من شلوغه، زدم روی سرچ پیدا بشه. آره. اما پیدا بشه من خدمت بینندگان از این ارائه میدم. حالا اگرم خواستم تو اینترنت هست، فقط کافی سرچ بکنم تریلرها اینو ببینم. مثلا توی فیلم نشون میده که اسرائیل برای در امان موندن از این موجودات وحشی باید دور تا دور خودش دیوار بکشه. اون دقیقا میشه دیواره های خب همین ها میره. بعد اسرائیل امروز اگر اینها رو توی منطقه نگه نداره و درگیر نکنه، اینا میان اروپا ها. ببینید، مسلمان کشی اینها توجیه پیدا میکنه و حتی احتمال وقوع جنگ دیگر هست. بعد بله، بعد از اینکه شما دیدین اتفاقات افتاد، سید حسن نصرالله آمد در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که اگر دست به سمت لبنان یا کشور مقاومت دراز بکنید، ما موشک‌های
فلان داریم میزنیم، اینطور میکنیم، اونطور میکنیم، و شما دید اسرائیل حمله هم کرد. بله. یعنی یه مزه‌ای کرد، سنجید ببینه پاسخ چطوره. خب و الحمدلله با پاسخ به موقع مواجه و پاسخهای دیگر هم در راه خواهد بود. خب منتها بحث سر اینه که اینا دارن ذهن رو آماده میکنن که پس فردا مثل جریان غزه نباشه، مردم دنیا بگن آقا چرا اینا رو میکشید، و مردم اروپا بگن بابا حق میگن، پس اینا بکشن، اینا باید کشته بشن، اینا باید همینجا نگه بشن، حقشون اینه، حقشون همینه. خب اینا حقشون اینه، خودشون تیکه تیکه کنن، ما هم بریم تیکه پاره شون کنیم، ما باید توازن قدرت تو منطقه بین اینا به وجود بیاریم تا اینا خودشون رو تیکه پاره کنن. نکته دومی که هست، من میگم تاکید میکنم که به نفع اسرائیل، اینه که دعوا بین مسیحیان و مسلمانان شکل میگیره. جنگای صلیبی در واقع جایی احسن. یک نقطه کلیدی و استراتژیک در قرآن هست. ما متاسفانه ما مسلمانان اینطور که دم از قرآن میزنیم، اما در عمل بشه خورده یک جایی شاید داریم میلنگیم. خب البته نه همه، اما عموم اینجوری متاسفانه. قرآن میفرماد لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، میگه بیشک دشمن ترین افراد، سه تا هم تاکید داره دیگه، لام و تای مضارع و نون، دشمن ترین افراد یهوده. مراد از یهود در قرآن، اینم نکته رو بگم عرض بکنم، مراد از یهود قرآن با یهودی که ما امروز میگیم تفاوت داره. اون یهودی که قرآن میگه چیزی شبیه معادل صهیونیزمه، این یهودی که ما امروز میگیم چیز معادل بنی اسرائیله. خب یعنی اینو باید توجیه باشیم روی بحث یهود. میگه این بیشکترین دشمنترین افراد، یه روزی هم میفهمید تای مزارع هم داره، یعنی این استمرار داره، یه روزی میفهمید اینا. اما در ادامه میفرماد که ولتجدن اقربهم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، و دوستترین افراد کیان؟ اونایی که میگن ما مسیحی هستیم. قرآن نمیفرماد مسیحیت، خیلی نکته ظریفی داره. قرآن نمیفهمه میگه ما مسیحی، اونایی که میگن ما مسیحی. جالبه بین اینا تفاوته، چون ما آیه دیگری در قرآن داریم، شاید برخی از عزیزان بگن که خدمت شما عرض بشن، ما آیه قرآن داریم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، درسته؟ ما یهود و نصارا از تو راضی نمیشن تا اینکه شما تبعیت ازشون بکنید. اینجا میفرماد مسیحیت، اما اونجا میفرماد اونایی که میگن ما مسیحییم. بین اینا تفاوت در اینکه متاسفانه سازوکار پاپ و واتیکان و اون ساختاری که بر واتیکان حاکمه به سمت صهیونیسم رفته شکی نیست. و اینها خودشون سالهاست دارن میگن ما پاپ تعیین میکنیم. صهیونیستا دارن میگن، یعنی پاپ ها رو ما تعیین میکنیم. اما مسیحی ها اینطور نیستن. مسیحیت اون ساختار و سازمانش، اون واتیکان متاسفانه به انحراف رفته. اما مسیحی ها اینطور نیستن. قرآن میگه اینها دوست شما، یعنی مسیحی‌ها رو باهاشون بکشه سمت خودتون، و از عبارت چه استفاده میکنه؟ مودت، نمیفرماد محبت. یعنی در عمل این دوستی رو بهشون نشون بدید. این یعنی باید ایده هر مسلمانی باشه که ما مسیحی‌ها اشتراکات زیادی داریم، میتونیم اینها رو به سمت خودمون بیاریم. اکثریت جمعیت هم اینا، کل یهودیای دنیا 15 میلیون، 7 میلیون آمریکا، 7 میلیون اسرائیل، 1 میلیون بقیه جای دنیا پخشن. اصلا قابل ملاحظه نیستن، این شرم‌آوره برای مسلمان‌ها. منتها چون دشمن شناس نیستن، چون دشمن شناسی نمیدانن، بازی میخورن، از حب و بغضاشون استفاده میشه، اینا رو به جون هم میذارن. قرآن میگه شما یهودی‌ها و مسیحی‌ها رو بیارید سمت خودتون، این صهیونیست‌ها تنها بمونن و از این یک سیل عظیم بسازید. اما چی شده؟ یهودی رو فهمیده مسیحیت رو داره میکشه سمت خودش. خب و از مسلمان‌ها دور میکنه. احسن، ببینید چقدر جالبه. یه عمل کرد این گروه تکفیری رو شما تو منطقه ببینید، تا تونستن مسیحی کشتن، یک جا دست به صهیونیستان زدن. آره جالب نیست؟ ببینید در شهر معلولا، میدونید شهر معلولا تنها شهری در منطقه که به زبان آرامی صحبت میکنه. زبان آرامی اون زبانی که انجیل بر اون نازل شده، یعنی انجیل اصلی، مثل زبان عربی که قرآن باش نازل شده. الان فرض بکنید ما ترجمه عرب، متن عربی قرآن در دسترس نباشه، همه ترجمه مثل که فارسی بخونه، که چینی بخونه، که ژاپنی بخونه، چقدر تو این ترجمه ها اشکالات هست و میتونه اشکالات آمدانه حتی به وجود بیاد. اصل متن حفظ شده است، درسته؟ اما این طرف مردم معلولا کسایی بودن که انجیل رو به همون زبانی که بر عیسی نازل شده بخونن و خیلی از نکات رو میدیدن و اعتراض میکردن. آره اتفاقا من رفتم چند تا کلیسای خیلی قدیمی هم داره اونجا. خب با خاک یکسان کردن معلولا. عجب. این جبهه النصره داعش اینا حمله کردن با خاک یکسان کردن، صدای کشور اروپایی در نیومد. در عراق چقدر اینا مسیحی کشتن. این عمل کرد وقتی با یهود کاری ندارن، وقتی دقیقاً میرن مسیحیتو میزنن، آیا این مسیحیتو هول نمیده که برن سمت اون طرف؟ خوب به این دقت بکنید. یعنی اگر حتی این اتفاقات شانسی باشه،
چرا شانسی یه بار درست در نمیاد؟ درسته؟ ببین عبارت مهم میام. چرا داعش در عراق آدم ها رو به صلیب میکشه؟ به صلیب کشیدن کجا تو سنت اسلامی بوده؟ اینا دنبال چی هن؟ چیو میخواد به مسیحی ها به جهان مسیحیت توی دنیا بفهمونه؟ من به صلیب میکشم. شما تصویر لپتاپ بنده رو بس بفرمایید. خب عراق و شام، دولت الاسلامی فی العراق و شام به مسیح صلیب کشیده. بعد چقدر جالب، اینها پخش میشه توی کجا؟ توی تمام دنیا. امریکایی که دامنه الوای لیبی رو با یه اینتربس کلن لیبی از اینترنت حذف شد، خب کره شمالی رو کلن حذف کردن، چطور جلو فیسبوک اینا رو نمیگیره؟ چطور جلو صفحات توییتر اینا رو نمیگیره؟ ها این بازی نیست؟ یا تصویر بعدی رو ببینن دوستان، فکر نکنه یه چیز اتفاقی بوده که مثلا پیش آمده، باز دوباره میبینه در جای دیگه مردم به صلیب میکشن. خب شما کسی که کسی رو به صلیب میکشه خب عنایت داشته باشی. تو فرهنگ مسیحی معادل چیه؟ ضد مسیح. بله دیگه، آنتی کرایست. میدونید معادل عربی آنتی کرایست چیه؟ دجال. دارن قشنگ جا میندازن، میگه اینا همون دجالن. این مسلمانان که منجیشون مهدیه، اینا همون جریان دجالن. الان میدونید در پس این اتفاقات یک ادعای جدیدی مطرح شده، این تو این برنامه نمیشه مطرحش کرد، وقت خیلی میبره، خودش یه جلسه باور کن 2-3 ساعت هست. خب که دارن میگن مهدی همون آنتیکرایسته، زبانم لال، مهدی همون دجاله و پیروانش هم همین کیان؟ داعشیان. میدونید چرا؟ چرا اینا پرچم سیاه دارن؟ شما گروهی که پرچمای سیاه دارن و در عراق و شام وارد میشن و ریشه‌شون از افغانستان، القاعده از افغانستان، که افغانستان جزی از خراسان بزرگ بوده، پرچم‌های سیاهی که از خراسان آمدن، من بابت تک تک اینا کلیپ و فیلم دارم که صهیونیست‌ها اومدن نشستن تو شبکه فاکس نیوز، شبکه بلیز نشستن، دارن چی میگن؟ میگن آقا اینا رو ببینید، پرچم‌های سیاه اومدن تو عراق، اینا نشانه‌های ظهور مسیحه که قبلش دجال ظهور می‌کنه و دجال زبانم لال همون مهدی است. یعنی برداشت‌های بهره برداری‌های خیلی خیلی عالی و آنچنانی دارن می‌کنن. خب ریشه‌ای در واقع. بله، من می‌خوام بگم بیا ریشه‌ها بپردازیم. یعنی اصلا صحبت این نیست، این یه شروع بود تو پاریس. تموم هم نمیشه این خط نشون. خب این تموم شدنی نیست. تازه نخست وزیر فرانسه اومد گفت ما قوانینی می‌خوایم وضع بکنیم. مگه با 11 سپتامبر تموم شد؟ 10 سال 12 سال چقدر؟ از 2001 تا 2015 وارد شدیم، الان 14 سال مسلمان ها به خاک و خون دارن میکشن تو منطقه، به بهانه همون دوتا ساختمونی که خودشون هم زدن خراب کردن. مورد این که میگم مشی وهابیت تماما ضد مسیحی و در عوض یهودی بوده، به این دقت کنید ها. کاملا شما بیمارای و مجروحای این تکفیراتو کجا دارن درمان میشن؟ بله، همه میرن اسرائیل، در اسرائیل درمان میشن. چرا اسرائیل به نفع اینها داره با دولت سوریه میجنگه و چرا اینها به نفع اسرائیل دارن با سوریه میجنگن؟ من 5 تا منطقه رو میگم که اینا ضد اسرائیلن. ایران با کمال افتخار میکنم در چنین کشوری زندگی میکنم که ضد صهیونیست و علمدار مبارزه با صهیونیست در بنای دستش. 2 عراق، 3 سوریه است، 4 لبنان حزب اللهشه و مسیحیاشون، 5 برادران اهل سنت عزیز ما در غزه. خب این شد چقدر؟ 5 تا. کدوم اینا رو تکفیرا درگیر نکردن؟ در 2010 حماس با وهابیا میجنگه، مسجد ابن تیمیه رو در غزه خراب میکنه. اینا اومدن مسجدی زدن به اسم ابن تیمیه، خب شروع کردن چیکار کردن؟ اونجا کار کردن. حماس احساس خطر کرد، فهمید اینو با هدایت اسرائیل وارد شدن. پول در اختیارشون قرار شده که چی؟ جریان مقاومت در حماس رو ببرن به سمت چی؟ تکفیری شدن. یه چیزی هم اخیراً دارن خیلی روش مانور میدن آقای رائفی پور، این که مثلا یه چند نفری، حالا تعداد خیلی کمی هم هستن، به عنوان داعشی ها میگن در غزه اینها خودشونو نشون میدن، نمیدونم پرچماشونو تو خیابون. اینا هم نکته است که اینم بهش اشاره بکنید. حالا نکته جالب اینه که از این طرف در غزه اینا دارن با وهابیا میجنگن، از اون طرف این شیعیان افراطی که خدا اینها رو هم لعنت بکنه دارن میگن غزه یا ناسبیان. آخه چطور این دو تا با هم جمع میشه؟ از یک طرف بگن اینا ناسبیان، از اون طرف بیان شایعه بکنن بگن آقا این حماسی ها شیعه شدن، آقا اینا چطور قابل جمعه؟ از این طرف این یاسر الخبیث بیاد بگه خاسر الخبیث، به قول من دوست ندارم وهابیا تبعیت کن تو الفاظ،
خب تو شبکه فدکی تو انگلیسه، تو لندنه، اینا بیان بگن که آقا شرکت در تظاهرات حرام، از اونور وهابیا بگن شرکت در تظاهرات حرام. آقا یه خورده فکر میخواد، یه خورده عقل و شعور میخواد، یه جو عقل میخواد که بفهمی چون حماس جلو اسرائیل داره میجنگه. بابا مردم غزه شافعی هم، رهبر اینا امام شافعی که اهل همون غزه هم هست از غزه، مثلا مسجد به نام حضرت زهرا، خدا پدرتون امیرالمومنین. خب میگه لا امکان ذنبی حب آل محمد، اگر گناه من حب آل محمد باشه من هرگز به خاطر این گناه توبه نخواهم کرد. امام شافعی گفته این رو. بله خب نگاه بکنید، مردم اونجا شافعی هن. از یک طرف اینا متهم به شیعه بودن هن. چطور میشه یه نفر هم متهم به شیعه بودن باشه، هم متهم به چی؟ ناسبی بودن. اینا قابل جمع، اینا دو لبه یه قیچی هن. قیچ دست اسرائیله. قبل این هم از این کارا کردن، الان هم دارن میکنن. هوشیار نباشین بعد این هم انجام خواهند داد. خود حماس میره با اینا میجنگه. خب اون حماسی که وقتی داره 51 روز با اسرائیل میجنگه، داعش کدوم قبرستونه؟ بله تو همین اتفاقای اخیرم بود دیگه. بله اگه کجا بود؟ من یه نکته میشم بگم، اردن یه مرز طولانی با رژیم صهیونیستی داره و میدونید که اصلا جنوب اردن جولانگاه وهابیاست. اونا با خمپاره 60 میتونن اسرائیل رو بزنن، موشک هم نمیخواد. خب خیلی ساده، چرا یه گوله تا حالا شلیک نشده؟ همین ابو مصعب زرقاوی مال زرقا بود دیگه، زرقا تو شمال اردن باشه، یه گلوله چرا از اردن شلیک نشده؟ من دعوت میکنم خدا پیغمبریش و قرآنیش، بیننده هامون راست و حسینی، شیعه و سنی و همون وهابی و تکفیری هم که نشستن دارن حرف من رو گوش میکنن، یه بار بیان دقیق گوش بکنن، بیان وجدانشون رو قاضی بکنن ببینن چی به چیه. بابا خیلی ها تو این زمان گذشته فکر میکردن بر حق بودن، دقیقاً به جهنم رفتن و با کله رفتن تو ته جهنم. خب از کجا معلوم ما از اونا نباشیم؟ یک بار دیگه بشینیم با عقل بررسی کنیم. افلا یعقلون. خیلی وقتا هست ماها علم داریم اما عقل نداریم. گفتم اینو، طرف کراک میکشین، علم داره کراک بده اما عقل نداره میکشه. یه بار با عقل بررسی بکنیم ببینید اینجا همون به همون شکلی که من این تکفیری ها رو دارم میکوبمشون، دارم شیعه های افراطی رو هم دارم میکوبم. اگر از تکفیری ها اس بردم، از شیعه های افراطی هم اس بردم، درسته؟ چون مشی ما اینه، نمیخوام توازن به وجود بیارم، چون اعتقاد دارم و الحمدلله من رائفی هم از این وریا فوش میخورم هم از اون وریا افتخار میکنم. اینا دو جریان باطلن، اینا دو جریان برون رفته از صراط مستقیمه. نکته دیگه که میخوام خدمت شما عرض بکنم این که فرانسه ضد صهیونیست ترین کشور غربیه. بله گروه ها و تفکرات ضد صهیونیستی در فرانسه ریشه داره. امثال روژه گارودی، نمیدونم رابرت فاریسون، دیودونه که الان زندانه گرفتنش، خب اینا در فرانسه اصلا ریشه داره در بدنی مردم. بله. نه دولت دیگه، نه خیر دولت اون طرفیه. خب در بدن مردمی فرانسه ضدیت با صهیونیسم هست. صهیونیست‌ها از فرانسوی از صهیونیست‌ها خیلی بدشون میاد و اخیراً این موج خیلی جدی شده بود. همین آقای دیودونه که دستگیر شد. بله. خب یک کمدین فرانسوی سیاه‌پوسته، فکر می‌کنم اصالتاً اهل کامرون باشه اما تو فرانسه به دنیا اومده، مادرش سفیدپوسته، پدرش سیاه‌پوست. بعد ایشون که دستگیر شد یک سایتی داره مال خودشه به اسم دیودونه. تو این سایتش درخواست کرد از مردم فرانسه که بیاید فلان علامت رو با دستمون نشون بدیم، خب به نشانه مبارزه با صهیونیسم، یک علامتی با دست. خب بعد جالب، هزاران نفر به این کمپین پیوستن و شما اگه برید تو همین سایت نگاه بکنید میبینید اصلا نکته جالبش در اینجاست که ارتشیای فرانسه اومدن، نمیدونم ورزشکارای المپیکی فرانسه اومدن مثلا. و جالبتر این که فرانسه چون ادعای آزادی بیان داشت نمیتونست این سایت ها رو ببنده، اومد یه قانون تصویب کرد فقط برای همین یه سایت، برای همین یه سایت، برای اینکه بتونه ببنده. رابرت فاریسون الان کجاست؟ از دانشگاه اخراجش کردن. یه نظریه علمی داد، علم هم اینو قبول ندارن جایی که مقابل صهیونیسم باشه. حالا تو این جوی که فرانسه وقتی هم یه چیزی اونجا رشد پیدا میکنه تبدیل میشه به یک جریان فکری در کل غرب، داره ضدیت با صهیونیسم رو ساختاری میکنه، باید چیکار کرد؟ باید یه اتفاق خوب بیفته. چی بشه؟
باید ذهن فرانسوی ها منحرف بشه، مسلمان ها دشمن فرانسوی ها جلوه کنن. بعد نتانیاهو در کمال محبت بیاد در اون تظاهرات شرکت کنه. خیلی جالبه. اینا رو به یه بچه 4 ساله بگی میفهم. میدید خبر دارید این تظاهراتی که برگزار شد در فرانسه و سران خیلی کشورها مثلا رفتن اونجا از جمله نتانیاهو، میدونید به کجا ختم شد؟ به کنیسه. بله. بعدش رفتن در کنیسه، آقای فرانس و اولاند یه دن از این کیپاها گذاشت رو سرش، این کلاهای یهودی، رفت در کنیسه بزرگ پاریس و اونجا ادای احترام کرد به کشته شده ها. چی شد حالا؟ ببین یهودی با توه، یهودیه با توه، اونی که مشکل داره مسلمان است. این همون ایده‌ای که از قبل بوده هنوز هم هست، هنوز هم هست. مورد بعدی، نکته جالبتر اینه که گروگانگیری که آقای کولیبالی انجام داد، اون سیاه‌پوستی که با نامزدش بعداً یه گروگانگیری انجام دادن توی مرکز خرید، شما میدید تو خبرگزاری ها به وفور و به شدت گفته میشد که این مرکز خرید متعلق به یهودی بوده. ببین گروگانگیری از یهودیان و مرکز خرید یهودیان و باز پلیس فرانسه میاد. گروگانگیری کی انجام دادن؟ باز مسلمان. اصلا تو همین اتفاقی هم که افتاد، اینم خودش جای بحث داره، حالا نمیشه خیلی اینجا وارد شد، چون این سری کلیپ ها و اینها اومده پخش شده و اینها که اساسا یه بخشی از اینم یه جورایی حرف توش هست، یعنی جای بررسی داره این کشتاری هم که انجام. نه اصلا اینو بحث خواهم کرد الان، اگه وقت باشه من اینا رو میگم. اصلا شک جدی داره، اصلا 11 سپتامبر دومه این شک بسیار جدی درش هست. خب اصلا این برادران کوواشی چرا دیده نشدن؟ کجا دفنشون کردیم؟ یه توی روستای بردیم دفنشون کردیم. اصلا اینا با نقاب از کجا معلوم اینا برادران کوواشی بودن؟ ماجرا خیلی جدیه. امروز اینا بهتون به خدمتتون عرض بکنم، در خود فرانسه هم مردمشون به حمد الله یه اتفاقای افتاده و کلیپای ساختن پخش کردن که آقا ما احمق نیستیم یا 11 سپتامبر دیگه رو باور بکنیم. اینجوری نیست. حالا سر اینو بحث دارم. مورد دوم، این فقط مورد یک من بود که بحث اسرائیل به نفع کی بود. دو، چرا وهابیا 2-3 سال پیش به این نشر حمله نکردن؟ اون موقع که علی پیامبر کاریکاتور بسیار بدی کشید، بدتر بود از این، بسیار بدتر بود، چرا حمله نکردن؟ اون موقع وقتش نبود، اون موقع الان وقتش بود. اینا اصلا این یه عروسه که خیمه شب بازی که دست صهیونیسم باشن دار از حب و بغضشون زد. سرانشون که بسلن در اون شکی نیست، منتها بدنه میانی و این پیاده نظامشون متأسفانه من خیلی دلم بالا اینا میسوزه که با چه نیتهایی میرن برای جنگ، خب و کجا میرن بعدش. جاهل در واقع، واقعا جاهل، واقعا جاهل معنی واقعی کلمه است. خب ما یه سری آخه داریم بازی سازانن، یه سری بازیگردانن، یه سری بازیگرن، اینا با هم فرق داره. یه سری بازی سازن که اینا میشینن اون بالا صهیونیستای گردن کلفتن میسازن که کجا جنگ بشه، چیکار کنن چیکار نکنن، رسانم دستشون. یه سری بازیگردانن، اینا وصلن به شبکه صهیونیسم، اینا میان شرایطو فراهم میکنن، شبکه ماهواره‌ای زده میشه، یهو شروع میکنه به اهل سنت فحش دادن، شبکه ماهواره‌ای وهابی درست میشه، شروع میکنه به شیعه فحش دادن. اینا بازیگردانن. این بدبختای پایین هم میشه بازیگران. بابا اونا خسارت دنیا نیستن ها، اینا خسارت دنیا، اونا همشو خسارت آخره هستن، اما اونایی که هم دنیا میبازن هم آخرت، این بدبختای پایین هم اونا لاقل به پول و پلشون میرسن. اینی که به جونشو بذاره تیکه تیکه بشه همینه. یک احمقی به خودش بم میبنده، میاد چند تا مسلمان تیکه پاره میکنه، اسرائیل میشه از اون بغل تا قهقه میزنه. از این بهتر، من اونجا فقط غزه رو بررسی کردم، گفتم 5 تا کشور زده اسرائیل دیگه. خب بله. لبنان درگیر کجا شده؟ تکفیری ها. سوریه درگیر کجا شده؟ تکفیری ها. عراق درگیر کجا شده؟ تکفیری ها. جمهوری اسلامی هم که میخوان درگیر تکفیری ها کنن که الحمدلله کور خوندن، با هوشیاری مراجعمون، دستگاه امنیتیمون، مردممون، چه شیعه و چه سنی، تا حالا این خونسا شده، وگرنه برنامه هاشون هست. معلمایی که دارن تو سیستم بلوچستان شهید میکنن، همین امثال این ریگی و برادرش که بعدن یه گروهی رو درست کرد و اینا، فقط بابت تحریکه. شیعیان عاقلن، وقتی ریگی آدم میکش نمیگفتن سنی آدم میکشن، میگفت ریگی آدم میکشه. سنیام عاقل باشن و هستن، وقتی یه نفر رو منبری توی مداهی یک جای توهین به مقدسات اهل سنت میکنه، نگن شیعه این کار کرد، بگن این آدم فلانی، این فرد این کار کرد. ببین ما تفکیک کردیم، شما عاقل باشید تفکیک کنید.
نکنید میدونید چی میشه؟ همون بلایی که در سوریه بر سر مردم اونجا اومد ممکن سر ما هم بیاد. فکر کنیم ما چه شاعبرون مثلا مشکی تر واسه خدا. من کلیپای دارم واقعا عبا دارم پخش میکنم، دلم نمیاد مردم حالشون بد نشه یا همچین برنامه‌ای رو دارن نگاه میکنن و متاسفانه یک شرایطی براشون یه جوری بشه که بخوان حالشون بد بشه. نمیخوام والله خدمت شما عرض بکنم که کلیپای بد جوری اینا دارن از یکیشو پخش بکنم فقط یه چیز بدرا دلم میسوزه. این کلیپو پخش بفهمید. پلی کن دوستان. نه خب نه نه نمیدونم صدا نداره. صدا دارید بچه ها؟ اتاق فهم دارم صدا ندارم. صداش فکر کنم بسته سایره. نه من تا انتها حالا من توضیح میدم دیگه. این کلیپیه که در اون نشون میده مردم سوری از گرسنگی کارشون افتاده به خوردن گربه ها. ببینید داره گربه رو ذبح میکنه، کامل توضیح میده. خب قشنگ اینو تبخش میکنن میذاره توی خدمت شما عرض کنم قابلمه یو میپزه و خب دیگه مردم سوریه. من 9 ماه قبل این شلوغی ها رفته بودم سوریه. خب یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه بود چون توریسم داشت، هم توریسم مذهبی داشت هم غیر مذهبیش. همین سعودیا تو اون ساحل لازقیه میومدن کسافتکاری فراوون. خب کشوری که توریسم داره یعنی چی؟ یعنی امنه، درسته؟ 3 سال گذشت الان چی شده؟ مردم به حیوان خوردن افتادن و همین مردم میان تو انتخابات 88% رای میدن به بشار اسد. من چی میگم؟ میگن غلط کردیم، بازی خوردیم. یک روز دیگه ای باشه باز وقت باشه من عملیات روانی که تو شبکه‌های ماهواره‌ای شد عکساشو همه رو ما گرفتیم تو فیسبوک تو توییتر تو شبکه‌های ماهواره‌ای آوردن چیکار کردن چطور مردم انداختن به جونم، عکسایی که فتوشاپ میشد، فیلمایی که تدوین میشد مردم انداختن به جونم. خب اینا نکاتی که ما باید جدی بگیریم. اهل سنتمون تفکیک کنن، شیعه هم داره تفکیک میکنه دیگه. بابا از این بیشتر رهبر این کشور تمام قد آمده وسط و این طور داره آبروی خودش رو گذاشته بابت وحدت. چقدر به ایشون داره توهین میشه توسط برخی از افراطی ها به خاطر بحث وحدت ها؟ بله متاسفانه. برعکس من به شما بگم آدم بخواد داد بزنه جیغ بنفش بکشه مشتری بیشتر داره ها؟ مصلحت وقتی بزرگواری مثل حضرت آیت الله سیستانی در عراق میفرماد لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، بگی جان ما اهل سنت. روزی چند تا شیعه دارن میکشن تو عراق؟ از 2003 شما تا الان 50 تا 50 تا 40 تا 40 تا هر روز تو اخبار داریم میشنوید که شیعه دارن میکشن. خب شیعه نمیتونه سنی کشی را بندازه؟ نباید این کارو بکنه. گوش به فرمان مرجع تقلیدشه. اونا فهمیدن دارن مراجعو میزنن، اومدن نمیدونم از سرخی درست کردن و نمیدونم امثالهم درست کردن که ببین چیکار بکنن. یا یه سری آقایینه که تا دیروز معلومه کجا مرجعیتشون رو گرفتن و یه شبه مرجع تقلید شدن و خب اینا اومدن اینا جلوی حضرات بایستن. چرا؟ چون با عقل و تدبیر دارن کارو پیش میبرن. نکته سومی رو من میخوام عرض بکنم اینه که وقتی داعش حمله کرد کیا جلو داعش وایستادن؟ همون کسایی که میگفتن وحدت به وقتش. بله غیر اینه حضرت آیت الله سیستانی فتوا میده و رهبری در ایران سپاه رو مأمور میکنه بر دفاع از مردم مظلوم عراق. خب نیروی قدس ایران دفاع میکنه چیزایی که نخست وزیر عراق چون گفته، من دارم عرض میکنم رئیس جمهورش گفته اینا رو که ایران داره حقیقتا اون کسی که ما رو جلو داعش داره کمک میکنه فقط ایران و این اتحادیه که اینا درست کردن که بر آمریکا و فقط دارن به اونا انرژی دادن نیرو میفرستن. بله کمک میکنن. مورد سوم اون دستبندی قبلیم بله اینه که فرانسه مهد آزادی بود. حمله به یک نشریه در فرانسه یعنی حمله به آزادی بیان. کسی که این حمله رو انجام داده میشه نماد تهجر، نماد تعصب، نماد خشک مغزی، نماد عقب ماندگی، نماد یک ذهن منجمد. زمانی که این حمله انجام شد فرداش کاریکاتورها و نقاشی‌های کل فضای سایبری رو گرفت. دوتا قلم کشیده بودن که هواپیما داشت بهش حمله میکرد. مثلا میگن اون 11 سپتامبر به ساختمون حمله کردن، الان به چی حمله کردن؟ به قلم دارن حمله میکنن. در حقیقت هم میبینید اون کسایی که الان دارن از داعش بهره میبرن بیشترین کمک هم دارن به داعش میکنن، یعنی شکی وجود نداره. و اون کسایی که از
جلو صهیونیست دارن میجنگن، داعش هم داره با اونا میجنگه. یه بازی آقا، یه بازی. چه کسایی به داعش سلاح میرسونن؟ من عراق بودم، اول محرم آمدم. خوشروزی بودیم الحمدلله، امسال ما دوبار کربلا مشرف شدیم. هم برای اربعین هم تا شب اول محرم اونجا بودم. وقت داشتیم برمیگشتیم تا 5 کیلومتری منطقه جوف الصخر هم بنده رفتم. و در زمانی که تو عراقم بودم صحبت کردم با برخی از این دوستان و عزیزانی که مجاهدان و معنی واقعی کلمه داشتن مبارزه میکردن، گفتم که آقا چطوری و فلان. میگه آقا اینا با هواپیما میان اسلحه رو مینازن برای اینا. بعد ما میریم میرسیم بالا سر اینا میگیریم اسلحه رو مثلا دستون افت. نگاه میکنیم به آمریکایی میگیم چه کاری کردی؟ میگن که ما اشتباه میخواستیم به شما بدیم. میگیم آقا ما نمیخوایم، زمینی به ما بده. تو که زمینی ما چه از رو هوا میندازی؟ بعد یه سوال، چرا اسلحه ها سلاحی که به ما دادی چیزاییه که باهاش باید چیزی رو زد که داعش نداره، اما اگه دست داعش باشه میتونه باهاش چیزی رو بزنه که ما داریم. دقت کنین، مثلا موشک ضد هواپیما، این موشکای دوش پرتابی که باهاش میشه هلیکوپتر رو هواپیما زد، داعش هواپیما هلیکوپترش کجا بوده؟ اینو برعکس ارتش عراق داره که این قشنگ معلومه برای کی انداخته. خب اینا در عمل. یا ترکیه که امروز داره، من اینو حرف دارم و میخوام دقت کنن شما رو به خدا، میخوام عنایت داشته باشن بینندگان عزیز. ترکیه که ادعا میکنه الان داره با داعش مقابله میکنه، در کوبانی برادران شافعی اهل سنت ما رو به خاک و خون کشیدن. درست یا نه؟ کردای سنی رو. بله. کی کمک میکرد به داعش؟ ترکیه اجازه میداد بیان دور بزنه. من صحنه دیدم از این کثافت‌های داعشی که موهای زن، یک زن کرد رو گرفته بودن، خب موهای خیلی بلندی هم داشت، سر رو بریده بود، این سر موها رو گرفته بود مثل یک توپی که نخی بهش آویزون باشه، نیم متر شد 40 سان موها بود، اینجوری گرفته بود، اینجوری آویزون نگرشته بود، عکس گرفته بود. خب اینا سنی نیستن؟ آیا وقتی این نرسیده که مردم فتاوای ابن تیمیه رو علیه اکراد بشنون؟ چقدر ایشون حرفایی داره تو کتاباش نوشته که علیه زلالت کردا، معاذ الله ان یکون سیدنا ابراهیم کردیان، پناه بر خدا. چون به بحثی مطرح که حضرت ابراهیم مال این منطقه بوده، مثلا چه بسا مثلا کرد بوده، حالا اینطور ما الان رد و تایید نمی کنیم، محل بحث ما نیست. خب یه سری بحثا مطرح شده بود، ابن تیمیه تمام قد میاد وسط میگه معاذ الله که کرد باشه، من کرد بودم گناهه. ها مگه اسلام نمیفهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ پیامبر ما عرب بوده، مخلصش هم هستیم، مایی که عرب نیستیم. منی که عرب نیستم تمام جان و خودم، فامیلام، خانوادم، همه کس و کارم، داراییم، لحمی، دمی، اسرتی، زوجی، همه چی، خب به فدای یه تار موی گندیده این 14 عربی که خدا اطاعت از اونها رو بر ما واجب کرد، به فدای یه تار موی گندیده رسول الله. درسته؟ خب اما حالا چه اراده داری پیامبر مثلا کرد بوده باشه، فارس بوده باشه؟ خب اینا نکته است، اینا حقایق باید آشکار بشه. الحمدلله یه خوبی این فتنه ها داره، یه خوبی داره که چیکار میکنه؟ که اینا رو میکنه. من خواهش میکنم اتاق فرمان این تصاویر بعدی رو نشون بدن. محل فروش تیشرت های این داعش در خدمت شما عرض بشم که در ترکیه. بله نگاه بکنید. خب اینا که میگن ما ببینید تیشرت های اینا رو به فروش میرسونن به سادگی، اصلا اونجا توی رگال ها آویزونه. بله. کلاهاشون برای فروش. خب این چه جور ما به قولی کدوم رو باور کنیم؟ مبارزه شما رو باور بکنیم؟ دوم خروسی ها. من دوست نرم اون زمان مثلا استفاده کنم، از این جهت نگفتم. خب واقعا همینه، این دوم خروس این رو زده بیرون. خب و ارتباط فرانسه با کشوری که از داعش حمایت میکردن چیه؟ این گروه تکفیری رو کیا به وجود آوردن؟ آل سعود، امارات، قطر، ها؟ بله. اینا پول دادن غیر اینه. خب ارتباط فرانسه با اینا چیه؟ عالی. عربستانی که هنوز آدم دارن گردن میزنه میشه نماد حقوق بشر، نمیده کجا بره بگه نماد حقوق بشر شده. الان مثلا جالبه ایران پاشو کج میذاره اون آقا از اون طرف، حالا اسمش زنشو نمیتونه تو انتخابات شرکت کنه، نمیتونه سوار ماشین بشه، پشت ماشین خاموش نمیتونه بشینه. بله خاموش هم میتونه، جریمه روشن باشه، جریمه بیشتر، راه بیفته بیشتر، فیلم میگیرن از گردن زدن چون میخوان آبرو اسلام ببرن، میذارن تو اینترنت. برید بزنید تو اینترنت، بزنید تو همین یوتیوب، برید بزنید ضرب العنق فی سعودی،
بزنید زدن گردن در سعودی، ببین چند تا فیلم میاد. با افتخارم میذارن تو اینترنت. اون باباشون ازشون خواسته بزنن تو اینترنت. همون امریکا، همون اسرائیل میگه اینجوری بیزار بکنید. عوضش هم حکومت کثیف پادشاهی شما را ما چیکار میکنیم؟ تضمین میکنیم. حقوق بشر با شما کاری نداره. دیدبان حقوق بشر در عربستان سعودی 15 سال به زندان محکوم شده. این آدم کجا بگه صدای کسی شنیده در بیاد؟ فرانسه اولین کشوری بود، فکر میکنم اولین نبود، شاید جز اولین هاست، کشوری بود که سفارت سوریه رو تقدیم کرد به مخالفین بشار اسد. برمی تکفیری ها تقدیم. خب بسم الله نوش جونش. اینا حالا بر میگردن، اینا رو بر میگردن. این که بازی بود، اینو من بهتون بگم، این داستان یه سناریو بود، اما واقعیاش هم اصلا بر میگردن. اون موقع مردم اروپا میمونن و این لوله خورخوره‌هایی که تو خیابون باید بچرخن و متاسفانه که ضرر میکنه. فکر من خوشحالم بازم اسلام میگم مثلا، فکر اون بنده خود اروپایی من بهش حق میدم. چی میشه که رهبر انقلاب میاد وسط میگه بابا برید اسلام رو از سرمنشأش به توی نامه‌ای که نوشتن خطاب به جوانان اروپایی، تو ما به رؤسای شما نمیشه صحبت کرد، شما جوانید حق طلبید، برید اسلام ببینید سرمنشأش چیه، اسلام با اینا نشناسید، برید قرآن خودش رو بخونید. اینا برگردن یه حرفه، بر نگردنم یه حرفه، بر نگردن تو عراق آدم میکشن فیلماش پخش میشه میگن مسلمان اینه، برگردنم باز چی میشه، یه وحشتی میندازه میگن باز مسلمان اینه. خانم فاطمه هوشینا یک مستبصر ژاپنیه، ایشون بعد 11 سپتامبر مسلمان میشه و شیعه میشه. یه روز ایشونو دعوت کنید بیاد همین برنامه شبابه، برنامه من دیدم مستبصر برنامه دارن، خیلی جالب، فارسی هم خیلی خوب حرف میزنه، ایشون یاد گرفته. ایشون برای من میگفت من وقتی قرآن رو شروع کردم به خوندن بعد 11 سپتامبر می‌خواستم ببینم مسلمان‌ها چه مرضی دارن آدم می‌کشن، ببینم تو قرآنشون چیه. میگه شروع کردم به خوندن، ایشون خیلی پژوهشی خونده بود، رفته بود فرهنگ لغات ژاپنی عربی رو هم گرفته بود. میگه می‌دیدم بعضی از کلمه‌ها ترجمه ژاپنی که من دارم از عربی که نمی‌فهمیدم دارم می‌خونم با اون چیزی که تو لغت‌نامه نوشته فرق می‌کنه. قرآن رو برداشتن ترجمه وهابی کردن. بله اینام هست. این که رهبری میفرماد که برید از سرمنشأش بخونید نه از این دست چندم، منابع دست چندم. سر همین مثلا ایشون میگه آیه ولایت امیرالمومنین و اولئک هم الراکعون، میگه در ژاپنی برای ما ترجمه شده اولئک هم الساجدون، رکوع حذف شد. یا این آیه وضو که به صراحت میگه که پاهاتون رو چیکار کنید، بشورید پاهاتون رو، عذر میخوام مس بکنید، خب و امسحو، درسته فعل امر مس کردنه دیگه، کجا به رؤوسکم و ارجلکم، حالا اینا سر اون منصوب بوده اینو میبرن اون طرف حالا بماند. میگفت اینا تو ترجمه اینم نوشتن وغسلو، ترجمه نوشتن بشورید، یعنی اینا دارن. حالا دوستان واسه فرمان میگن که تو همین ماه مبارک رمضان که گذشت مهمان برنامه‌های ما بودن خانم. عجب، خب الحمدلله. حالا بازم بیارید از نوه مسلمان شدنشون بگه. میگه اصلا 11 سپتامبر دلش من مسلمان شدم چون رفته بود منابع دست اول خونده بود، اینا رو عنایت داشته باشید. درست. مورد من نه حالا ادامه بدم یا میخواد میام برام. خیلی کوتاهی داشته باشیم. جناب رافی پور شما بیا گلوی تازه کنید. خسته شدید. خلاصه ممنون هستم. عرض کنم که من یک نگاه خیلی کوتاه و گذرا داشته باشم. اگر دوستانم یک صلواتی هم آماده بکنن من بعد از اینکه پیامک‌ها رو خوندم. این نکته رو هم بگم، ما برنامه‌مون قرار بود که یه مقدار کوتاه باشه، اما دیگه سیل پیامک‌ها هم به دست ما رسید و خیلی از دوستان هم دارن حالا ابراز لطف و عنایت میکنن، هم نسبت به برنامه هم نسبت به جناب رائفی پور. ما تا ساعت 8:30 شب یعنی 23 در خدمت آقای رائفی پور هستیم و بعد از اون هم ادامه برنامه هست، یعنی برنامه زنده پیامبر رحمت تا ساعت 22:30 هست که انشالله بعد از اون هم در خدمت جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم خواهیم بود. منتها ما قرار بود تا ساعت 8 خدمت آقای رائفی پور باشیم، نیم ساعت هم اضافه کردیم که انشالله حسابی بتونیم از محضرشون کمال استفاده و بهره رو ببریم. امیر آقا از کرمان از شما ممنون هستم. من فقط چند تا اسم میخونم چون اگر بخوام پیامک‌های عزیزان رو بخونم خیلی خیلی هم زیاد هست هم نمیرسیم، وقتمون کم میاد. بعضی از دوستان تشکر کردن، بعضی ها لبیک یا رسول الله فرستادن، بعضی ها ابراز لطف و محبت کردن نسبت به رسول مهربانی، بعضی ها ابراز انزجار کردن به کسانی که توهین و جسارت کردن به نبی گرامی اسلام محمد امین پیرانی از در شهر استان ایلام. جالب هست که در بین پیامکامون آقای رائفی پور از عزیزان اهل سنت هم این خودشون رو در واقع به این شکل عشق و ارادت و محبتشون رو نشون دادن که از این بزرگواران هم ممنون و سپاسگزار هستم. حالا ان شاءالله من در طول
برنامه اسمشون رو ببینم حتما میگم. آقای فرخی از اصفهان از شما هم ممنون هستم. عبدالرسول معماری از اهواز از شما هم ممنونم. فاطمه خانم از تهران دال تشکر کردن از حضور جناب رایفی پور. احمدی از تهران همچنین. بیات از پاکدشت، خانم افسانه عطای لبکی رسول الله فرستادن و چیزهای دیگه‌ای که ازشون ممنون هستم. نیازمندی از شیراز، شیدا دلیل هوش از کرج خواهر بزرگوارمون، کت خدایی از طبس، حسن آقا از شما هم ممنون هستم، آی توحیدی از کرج، خانم بیات از پاکدشت، محمد از دودانگه بهبهان عرض کنم که، طباطبایی از مشهد، امیر آقا از کرمان، محمود آقای نظری همین چنین پیامک فرستادن. عرض شود به حضور انورتون که خیلی از دوستان که خانواده عابدی از مراغه، احمدی از تهران، والایی از شهرستان اسلام آباد غرب، عرض کنم که مجتبی مریخی از قائم شهر، خانم افسانه عطایی همچنین، میثم نامداری از کرمانشاه و خیلی از عزیزان دیگه که لطف کردن، مرحمت کردن. حال ادهی گفتم هم تشکر کردن، ادهی هم ابراز لطف و محبت و عنایت نسبت به رسول گرامی، رسول مهربانی، رحمت للعالمین داشتن و دوستان دیگه هم حالا سعی کردن ابراز انزجار داشته باشن. من دوست دارم تو این لحظات دل جانتون رو مصفا کنید، دهانتون رو خشوع و معطر، یک ذکر نورانی و با فضیلت صلوات رو بر زبانمون جاری کنیم. بریم یک فاصله کوتاه اتاق فرمان رو برگردیم، همچنان برنامه زنده پیامبر رحمت با حضور جناب استاد رائفی پور ادامه پیدا خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میخوام بگم که واقعا اگر دشمنان اسلام، هر کسی در هر لباسی که هست، به هر شکلی که هست و دنبال این هست که یک جوری عشق و ارادت و محبت پیامبر رو از دلها ببره، مردم دنیا رو از اسلام بیزار بکنه، باید این رو بدونه و آویزه گوشش بکنه که پیامبر ما پیامبر رحمتون للعالمین هست و اهل بیت نورانی و پاکش هم در همین مسیر هستن. اینها چراغهایی هستن، 14 چراغ نورانی که خدا روشن کرده و این عالم رو دارن نورافشانی میکنن و چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزد. این رو خیالتون راحت باشه، اما هر مسلمانی در هر جا که هست، چه شیعه و چه سنی، باید آگاه باشه و انشاءالله به این موضوع عنایت و توجه داشته باشیم که ریشه کجاست و کی به دنبال انحراف اندیشه و تفکرها هست. ما همچنان در خدمت جناب استاد رائفی پور هستیم و این اتفاقی که اخیراً افتاد و همه هم شاهد بودید، توهین و جسارتی که به نبی گرامی اسلام شد و قبل از اون هم یک اتفاقات ساختگی که رخ داد و نهایتاً کاریکاتوری که میلیون‌ها بار هم چاپ شد و نهایت باعث ضربه زدن به اسلام عزیز ما و قرآن عزیز ما شد. جناب استاد در خدمتتون هستیم، ادامه فرمایشاتون رو میشنویم. بله، حالا چون خدمت شما عرض بشم، فرمودی راجع به این بازخوردی که داشت از سمت مسلمان‌ها و عشق و ارادت خودشون با رسول الله اعلام کرده، ما یک سایتی رو در واقع زدیم به عنوان www.vilavmuhammad.org. بله. بعد و درخواست کردم که مردم این تصاویر خودشون رو بگیرن، حتما این کارو بکنن، یعنی عکس از خودشون بگیرن. بعضی از اینترنت یه عکس برام دارن میفرستن، خوب نیست. حداقلش الان همه گوشی موبایل دارن، بردارن یه عکس از خودشون بگیرن، بنویسن من عاشق محمدم. در این سایت حالا من نمیدونم تصویرش اگه دوستان، اگر دوستان اوت فرمان روی بتونن نشون بدن، یک دقیقه کوتاه توضیح بدم. بله بله. بعد این صفحه اول سایت خدمت شما اسلایدرشه و اگه بیان پایین سایت رو، خیلی از هنرپیشه از کشورهای اروپایی، شیعه، سنی،
عکس گرفتن برای ما فرستادن، خیلی عالی بود. جوانای از هر تیپی، هر نوع تیپی. سر آقا رسول الله کسی حرف نداره. بله دیگه. این بله، ما نباید اجازه بدیم. شما ببینید اصلا از رنگ چشما و موها و نمیدونم این مملکت کشور، بله، از روحانی گرفته بچه، بزرگ، پیر، جوان، همون انتها هم بحث پست ارسال تصاویر داره، خیلی ساده میزنن و آدرس عکسش رو میدن ارسال میکنن و سمت راست هم یه بیانیه‌ای رو میتونن امضا بکنن که در واقع بپیوندن به جمع کثیر محبان و عشاق آقا رسول الله و خوبه مردم شرکت بکنن و از نقاط مختلف دنیا برن جلو هم برج ایفل عکس بگیرن بفرستن، برن آره برن جای اونا که مخصوصا کشور اروپاییه عکس بگیرن بفرستن، اونها اینا رصد میکنن خب و میدونن که خدمت شما عرض بشم که چه بازخوردش اگر محکم باشه اینا دیگه جرئت نمیکنن این کار بکنن. زمانی که این آقای رولند امریش یهودی صهیونیست فیلم 2012 رو ساخت که دنیا نابود میشه، ازش پرسیدن تو همه نمادهای دینی رو خراب کردی، کلیسای واتیکان، معبد بودایی ها فلان، چرا از مسلمونا چیز خراب نکردی؟ گفت من برعکس این کعبه هم خراب شدنش رو درست کرده بودم، یعنی اون سکانسش آماده بود، منتها ترسیدم یه امام خمینی دیگه پیدا بشه همون بحثی که سر سلمان رشدی آورد سر منم بیاد. ببینید یک کار درست به وقتش میری تا 15 سال بعد 20 سال بعد یک جریانی رو بیمه میکنه. اینا عمدن دارن توهین میکنن به رسول الله تا قبحش بشکنه. درست. همون بلایی که سر حضرت مسیح آوردن. ببینید یعنی توهین به حضرت مسیح هیچ قبحی نداره. فیلم میسازن علیه حضرت مسیح. در خود اروپا این یهودیای صهیونیست به اسم آزادی بیان. یعنی اینا کردن یک در واقع چماقی خب که هر کی بخواد بیاد جلوش بزننش. آقا آزادی بیانه. و قرآن هم خوب جواب داده. دقت کنید. قرآن میگه کسایی که ایمان آوردید خب اون کسایی که دینتون رو به شوخی میگیرن و اینا رو رفیق خودتون نگیرید. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. درسته؟ این دیگه تفسیر نمیخواد. کسایی که دینمون رو به شوخی میگیرن، شوخی یعنی چه کاریکاتور؟ فیلم موهنه که آقا رسول الله ساختن. من سوالم اینه این سعودیا پس چرا با آمریکا و فرانسه و انگلیس اینا دوستن؟ اینو چه جوابی دارم؟ قرآنم دقیق گفته. دو قرآن میگه اینا حزوا و لعبا میگیرن. یعنی چی؟ یعنی روش برخورد اینه که از زبان چی طنز میدونه دیگه. وقتی از زبان شما دقت کنه هر جوری آقا رسول الله تا الان زدن زبان هنر بوده. سلمان رشدی رمان نوشت، فیلم طنز ساختن، کاریکاتور قبلی و کاریکاتور همه زبان هنره. فیلم فتنه که ساختن بله همه زبان هنره. نکتهش چی میشه؟ این میشه که وقتی شما جلوی این فیلم وایسید، جلوی کی وایسادی؟ جلوی هنر وایسادی. پس میشه چی؟ تروریست، خشک مذهب، ها؟ و افراطی. یعنی خوب بلدن اونا چی کار بکنن. من بقیه نکات رو عرض بکنم، بس از دوستان درخواست میکنم واقعا بپیوندن به این کمپین. آره من بهتر پاسخ من، آره من خودم هم عکس گرفتم همین چند لحظه پیش، ان شاءالله این رو هم دوستان لطف کردن. آره ما هم گفتیم که سهمی داشته باشیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم حالا یه چیزی برای خودمون بنویسیم. البته اون چیزی که من انتخاب کردم اینکه من عاشق محمد هستم، همینجا تو همین دکور اینجا عکس گرفتیم و گفتیم که ما هم به سهم خودمون بتونیم شریک بشیم، این کار رو انجام بدن عزیزان. و اگر دوستان بتونن سایت رو زیرنویس بکنن، آدرس سایت رو، ازشون ممنون میشم که حالا بزرگوارانی که بخوان به این کمپین بپیوندن از این کارها بکنن. مخصوصا خواهشم این هست از عزیزانی که در کشورهای اروپایی هستن، چون ما جاهای مختلف هم آمریکا هم اروپا هم کشورهای مختلف بیننده داریم، اونها این کارو بکنن قطعا تاثیر بهتری خواهد داشت. بله من اسم سایت خیلی ساده بگم، وی که یعنی ما، لاوم که عاشقیم، محمدم به صورت انگلیسی ام یو نوشته میشه. آها. محمد با دو تا ام بعد دات او آر جی دات کام نیستش. دات او آر جی که یعنی ارگانیزیشنه، یعنی ساخت. آها. یه ساختار عظمت خواهد بود و عاشقان پیامبر کتابیا نیسته. حالا من ادامه بدم عرایزمو. این که نکته جالب اینه بعد از این اتفاق داعش مقاله‌ای در سایت‌های توییتری و سایت‌های خودش قرار میده و از مردم از طرفدار خودش در دقت کنید در پاریس میخواد که اگر هم اسلحه ندارید با چاقو به مردم حمله کنید. عجب. و این مورد باز بهره برداری اون طرفیا قرار میگیره. بعد شما یکم به این فکر بکنید اونا اومدن چیکار کردن؟ با چه توجیهی میلیون ها نفر آدم بیان تو تظاهرات و سران کشور غربی بیان تو تظاهرات و ذره ای از امنیت اینا کسی نترسه؟ این عجیب نیست؟
حداقلش اینه که یکی با چاقو شروع می‌کنه تو تظاهرات شروع می‌کنه. حتی بمب هم نتونه بسازه. حداقلش اینه که با ماشین حمله می‌کنه به جنب. مگر کرانه باختری که اسلحه دستشون نیست بعد از اینکه اسرائیل تعرض کردن به قدس چیکار کردن؟ برخی از مردم شریف فلسطین، مردم کرانه باختری با چاقو حمله کردن به اسرائیل. بله. یکی دیگه‌شون با ماشین حمله کردن. یکی با لودر حمله کرد. غیر اینه؟ دیگه چیزی نداشتن دیگه. این دم دستشون بود. چرا تو فرانسه این اتفاق نیفتاد؟ چون سناریو بود. چون دولت فرانسه مطمئن بود این اتفاق نمیافته. چون سناریو اولیش هم خودش نمیشه. خودش ساخته بود. خودش ساخته بود. اینا خیلی واضحه. این آقای جریان شارلی ابدو که اول من بهتون بگم همین جسو شارلی به فرانسه یعنی من شارلی هستم. خب؟ بله. البته جسو در زبان فرانسوی معنی دیگه هم داره. یحرفون الکلم عن مواضعه. قرآن میفرماد. جسو یعنی من پیروی میکنم. دنبال میکنم. من شارلی رو دنبال میکنم. حالا شارلی چه شه تلفظ میشه؟ شه در زبان خدمت شما عرض بشم عبری با سین این عربی که چجور شبیه همه همونطور نوشته میشه. خب فقط نکته ای که داره و من میخوام دقت بکنن عزیزان اینه که این عبارت توی حروف بزرگ که اصلا اینا نقطه نمیذارن. خب یعنی شین و سین یه جور نوشته میشه. کاملا حروف به هم ریخته شده عبارت اسرائیل. و میدونید که تعداد زیادی از کارمندای اونجا یهودی بودن که اصلا 3-4 تا از کشته شده‌ها که بعداً بردن اسرائیل دفنشون کردن یهودی بودن. یهودی‌ها چند درصد مردم دنیا؟ 15 میلیون به 7 میلیون. چی؟ عددی. خب از عدد نیست. خب آره. به درصد هم نمی. چطور 4 تا از این کشته شده‌ها یهودی در میان؟ یه کار دیگه هم هست. بگم چیه؟ مهاجرت معکوس. دارن به یهودی‌ها میگن اگر بیرون اسرائیل باشید کشته میشید. برگردید بیاید. اینو قبلاً هم کردن. در عراق بمبگذاری میشد تو کنیسه یهودیا زمان شکل‌گیری این قده سرطانی. جالبه وقتی اون موقع عراق تحت قیمومت انگلیس بود وقتی پلیس عراق با انگلیس دستگیر کردن بمبگذاری دیدن همه یهودیان تعجب کردن دیدن زیر نظر بنگوریان دارن کار رو انجام میدن. اصلا توی خاطراتشون اینا نوشتن میگه ما گیج شده بودیم چرا یهودی داره یهودی رو میکشه. و میدونید دیگه اینا نزدیک 50,000 نفر رو کوچ دادن به اسرائیل به سادگی با 4 تا بمب. یعنی میخوان ببینن چیکار میکنن. میگن بیرون اسرائیل برای یهودی خطرناکه برگردید کجا؟ اونجا امن. بعد از جنگ با غزه اسرائیل ناامن شده بود. مهاجرت معکوس شکل گرفته بود. باید بیرون چند تا یهودی زده میشدن. ببین اینا یه تیر میزنن 10 تا نشون. خب باید چند تا یهودی حتما تو کشته شده ها میبودن. برای همینه که به کنیسه ختم میشه. برای همینه که اون مغازه که گروگانگیری توش انجام میشه مال یهودیه. اینا کاملا هماهنگ شده است. اینا رو میخوام دقت کنن ها. یعنی من یه دلیل تا الان نیاوردم ها. خیلی دلیل آوردم. سناریو از قبل آماده بوده. احتمال جنگ داخلی در فرانسه هم بوده و هست. 6 میلیون مسلمان اونجا. وقتی ببینن 116 مورد تا الان تو 2 هفته حمله بوده، مساجدشون رو با آتیش میکشن، برای پیغمبرشون کاریکاتور میکشن، قرآنشون آتیش میدن، احتمال نیست واقعا جنگ در بگیره؟ چرا؟ بازم کی سود میکنه؟ بازم اسرائیل. میگه ببینید این مسلمونا میان انقدرم پرروان بیان تو کشورتونم چی جنگم تازه راه میندازن. با وجود یهود با وجود مسلمانان احتمال جنگ داخلی هم در کشور شما هستش. قطعا توهین به پیامبر واکنش داره از سمت مسلمان. توهینو کی کرده؟ شارلی ابدو یعنی شارلی هفتگی. خب شارلی کی حمله کرده؟ مسلمانای افراطی. حالا شارلی دوباره از پیامبر میاد کاریکاتور میکشه. بعد دوباره مسلمان ها چیکار میکنن؟ پاسخ میدن. میدونی چی میشه؟ مسلمان ها همون افراطی ها انگشته میشن. میگه ببین همونایی که من حمله میکردن الان تظاهرات دارن میکنن. این چقدر دقیق چیده شده. میگه بازی دو سر برد ساختن. میگه ببینید همینا به من حمله کردن الان هم دارن تظاهرات میکنن. دو حالت پیش میاد. یا باید سکوت کنی که تو معادل القاعده، معادل این وحوش و اراذل اوباش شناخته نشی که اگه این کارو بکنی که قبه پیغمبر شکست. اگرم واکنش نشون بدی ها میگن ببینید اینا هم القاعده. باید انتخاب بین بد و بدتر کن. اینا بازی دو سر برده برای خودشون، برای ما دو سر باخت. نتیجه که گرفته میشه اینه که یا سکولار باشی یا بیدین یا افراطی. میگه یا دینداری و طرفدار اسلام باشی، طرفدار پیامبر باشی، طرفدار این آقای محمد بخوای باشی به زعم خودشون، تو یکی از همینایی. درسته؟ یا بیدین باش، سکولار باش، که در دو حالت به نفع صهیونیسم.
یعنی دوست داره مردم این بین نباشن. زمانی که جورج بوش می‌خواست حمله کنه به عراق و افغانستان، میگفت مردم دنیا در مبارزه با تروریسم بیان کمک ما. اینا یا با ما ان یا بر ما ان، یا لهن یا علیهن. ایران اعلام کرد که تو چیکاره‌ای که دنیا رو تقسیم می‌کنی؟ ما نه با توییم نه با اونایی. خب ما خودمونیم. ما مردم مسلمان از هم عمومش و سنی من میدونم. خب هم همونقدر که بیزارن از صهیونیستا، همونقدر بیزارن از نوچه‌هاشون، یعنی تکفیری ها. چه بازی سازاشون، چه بازیگرداناشون، چه بازیکناشون. این باید به فرانسوی‌ها گفته بشه که خون شما داره محل بازی قرار میگیره. به این سادگی کنار نمیاد. باید گفته بشه به فرانسوی‌ها. اینا دارن با خون شما بازی میکنن. و چند تا نکته مد نظر من عرض کنم. بعد از خوابیدن این جو واقعا مبهم، استراتژی شوک و بهته. شما شوک وارد کن، وقتی اینا بهت زدن هر کاری خواستی میتونی بکنی. یا دو تا هواپیما میخوره، دو تا ساختمون خراب میشه، شما هر کار خواستی دیگه میتونی بکنی. میتونی کلا قوانینی مصوب بکنی، تصویب بکنی که شنود بکنی مکالمات و مسلمان‌ها رو زیر سوال ببری، به افغانستان و عراق حمله کنی بدون هیچ دلیلی، نفتشون رو به غارت ببری. ببین آره این شوک و بهت بوده، حالا که خود جو خوابیده یه سری سوالات پیش میاد. چرا تا 48 ساعت بعد از این درگیری ها کسی نگفت اون پلیس کشته شده مسلمان بوده؟ اون پلیسی که اسمش احمد بود، اون پلیسی که کشته میشه خودش مسلمونه. برادرش اومد مصاحبه کرد، گفت برادر من را مسلمانان بد کشتن. یعنی تفکیک مسلمان ها، مسلمان های خوب و مسلمان های بد. یه حد اکثر کاری بود که بنده خودم میتونست. چرا نمیگفت مسلمون بودن؟ چرا بعد لو رفت دیگه؟ وقتی خانواده‌اش می‌خواستن دفنش کنن و سراسر نمی‌تونستن اسمش رو هم کنن، لطف خدا بود. نکته دیگه اینه که این آقایون کوواشی، این برادران سعید و شریف، هم 2005 هم 2008 قبلا زندانی شدن، کاملا پرونده امنیتی تو همون فرانسه. بله قبلا هم سوریه بودن. در سوریه در حال خدمت به صهیونیسم جهانی بودن. بعد برمیگردن یه استراحت کنن فرانسه که برن یمن بجنگن. ببینید چرا دیگه، الحوثی‌ها الان تو یمن دارن یه کارایی میکنن، قدرت دارن. اتفاق جالب افتاده. چی شده؟ امریکا ترسیده، از سربازاش خواسته برن تو یمن هم حفاظت کنن. سربازاش کیان؟ همین تکفیری. گفته یه تعدادتون از سوریه بیاد برید یمن، اینجا لازمتون داره. الان القاعده جلو الحوثی‌ها داره میجنگه. ببین چقدر نکته جالبه. اینا میان تو اونجا، این سناریو اتفاق میفته که من میگم مثلا سناریوه. خب آمریکا نگران سقوط حکومت یمنه و داره از سربازای تکفیریش استفاده میکنه. ماجرای آزادی گروگان‌ها، اون خدمت شما عرض بکنم، خیلی کولیبالی، اون سیاپوسه خیلی نمایشیه. و حتی نکته‌ای که وجود داره، وقتی این فرد بعد از 200 تا گلوله که به میزنن، نمیدونم چجوری میتونه باز دوباره بیاد سمت پلیس، 200 تا گلوله دارن شلیک میکنن، من فیلمش الان پخش میکنم. خب میاد سمت پلیس، دستش جلو صورتشه، میخوره به در، میچرخه، دستاش در حالتی که ظاهرا دستبند به دستش زده شده، به پشت میفته زمین، تو پیاده رو دیگه سوراخ سوراخش میکنن. ظاهرا گلوله اولی کاملا مشقیه و این میدوه سمت در، اونجا که میخوره زمین میزننش. این جالب هم هستش که این فیلم پخش شده و خیلی هم مورد الان بحث قرار گرفته در فرانسه که این گروگانگیره چرا دستمن به دستشه. آه خیلی راحته، اینا از سوریه برگشتن، اینا رو شما دستگیر کن. تو اون حمله اولی که کسی قیافه ای ندیده، لباس کماندوی تنشون، درسته؟ بعد کسی خبر نداره، یوهایی میگن تو یه جای ما ریختیم اینا رو، کشتیم، تموم شد. از کجا معلوم اینا بودن؟ اصلا شاید همین دوتا هم نقشی بگید نداشتم، سناریو خودشون بوده. دو نفر میخواستن بکشن که به سادگی میکشن، فکر کنن از این تکفیری خوششون میاد. اینا دستمال نجسی هن که فقط به درد پاک کردن کثافت و نجاست ها میخورن، بعدش هم میندازنشون تو آشغالی. خب اینا الان بحث شده. من یه نکته هم بگم بعد اون فیلمو نشون بدم. نشریه کانارد فکر میکنم امروز بود یا دیروز بود زد که پلیس از 10 روز قبل همین آقای کولیبالی رو با نامزدش تو ماشینشون دستگیر کرده بود. اصلا پلیس رو اینا کار امنیتی انجام داده. نکته جالبتر بهتون میگم، افسر تحقیق این پرونده کشته میشه چند روز بعد. افسر فرانسوی که داشته روی این ماجرا تحقیق میکرده کشته میشه. به چی رسیده بوده که کشته نشه؟ خب معلوم هست به چه شک کشته میشه؟ نه اینا همش مبهمه. خب مثل 11 سپتامبر میدونه دیگه، 11 سپتامبر تمام کسایی که داشتن تحقیق میکردن تو این بازه زمانی عموما کشته شدن، یا تصادف کردن یا خودکشوندنشون. قشنگ دارن سناریوشون رو پیش میبرن. خب اینا وقتی نشریه کانارد میگه که پلیس 10 روز قبل اینا رو گرفته بوده و از پیوستن اینا به داعش اطلاع داشته، یعنی چی؟ خب همه اینا مشخصا داره نشون میده که اینا یه بازی. من فیلم نجات این گروگان ها رو میذارم،
صدا چی شد قطع شد اما لا کلون دسو دیزم دی رد لانسی. ببینید من پاوز میکنم اون لحظه که لازمه. اون انتن دی دیتوناسیون. اینجا کرکره میره بالا. دوستان اگر تون تصویر آها. کرکره میره بالا شروع میکنه تیراندازی کردن. لاسو فینال ای دونه. لونگمون نوری ا لام اتوماتیک. این چند تا گلوله میزنه؟ ببین اینجا این فرد میاد نای کولیبالی، این هم مرکز یهودی هاست ها. بله همون فروشگاهی که بفتن. بله من اینجا پاوز میکنم ببین دستاش جلو صورتش. چجوری تا اینجا تونسته بودو اینقدر تیر بشتده؟ خیلی جالب، این اصلا بدنش انگار آهنی بوده. نگاه کن اینجا میچرخه. ببین این لحظه ای که الان دستاش به هم بنده اینا. خب من میفته اینجا دیگه همونجوری که قذافی رو کشتن که صدای در نیاد، همونجوری کسای دیگر رو کشتن، اینا همونجوری رگبار میبندنش. و مواردی از این دست فراوونه ها، چون الان من وقت ندارم خیلی کوتاه و گذرا دارم عرض میکنم، اینو باید مد نظر قرار بگیرم. و بخش آخر عرایزم رو اینو میگم که آره الان باش عرض میکنم قوانینی همونطور که در امریکا به عنوان قوانین پاتریوت اکت به تصویب رسید که بعد از اون کنترل شهروندان به بهانه مقابله با تروریسم به شدت افزایش پیدا کرد، در فرانسه هم شروع شده. نخست وزیر فرانسه اومد گفت نزدیک 400 میلیون دلار ما میلیون یورو باید پول خرج بکنیم برای مقابله با اینها، باید افراد امنیتی جدید استخدام بکنیم و کلی بهانه. حالا دیگه دارن استفاده هاشو میکنن. تا امروز من به شما بگم دو روز بعد این اتفاق تصویب پیشنویس دو تا قانون فیلترینگ در فرانسه بوده که فیلترینگ اینترنتی داشته باشن، سایت هایی رو فیلتر کنن. جالبه تو این قانون این سایت هایی که دارن علیه صهیونیست‌ها صحبت میکنن تو فرانسه با عنوان آزادی بیان و میتونن قاعدتا باید بتونن این کار بکنن، همه فیلتر میشن. اینجا دیگه آزادی بیان معنا نه، اینا همه فیلتر میشن. همین سایت آی دیودونه، دیودونه به فرانسوی دیو یعنی خدا، دونه یعنی داد، میشه خدا داد. خب این به قول ما به فارسی بهش میگیم این آقای خدا داد. خب این آی دیودونه یا آقای خدا داد سایت ایشون الان داره کار میکنه، سایت چند نفر دیگه هم هستن. بعد این قوانین وقتی این الان پیشنویسش تصویب شده برای تصویب قطعی بره دیگه کار چیه؟ تمامه. افزایش جو اسلام ستیزی بوده تو فرانسه، عرض کردم که 116 حمله در دو هفته. در حالی که نکته جالب بهتون بگم، مقاله از هارتس میخوندم که به دو تا قبر یهودیا توی کشور مجارستان یا لهستان، تشکیک از خودم یادم نیست، سنگ قبر اینا رفتن شکونده بودن. هارتس مقاله رفته بود افزایش جو یهود ستیزی در اروپا، 116 تا حمله بوده به مسلمونا به مساجد، یکی خبر نداره. آدم داره کشته میشه، 1 میلیون مسلمان تا حالا کشته شدن، هیچ کی حرف صداش در نمیاره. دو تا جنبش هم شکل گرفته در فرانسه، یکی اون میگفت je suis شارلی، این میگه je ne suis pas شارلی، من شارلی نیستم. اینا فرانسوی هوشیارن، میگن نه من پیروی نمی کنم شارلیو، من شارلی نیستم. یکی هم جسوی دیودونه من دیودونه رو طرفداری میکنم و دنبال من من دیودونه هستم. خیلی هم سختشون اومده و دارن اینا رو شدیدن سرکوب رسانه میکنن. و مگه آزادی بیان نیستش؟ این آقای دیودونه اومد توی خدمت شما عرض بکنم که توی فیسبوکش تو صفحش نوشت که آقا جسوی شارلی اند و کولیبالی. خب اسم اون سیاپوستر هم آورد باید عنوان طنز، سریع دستگیر شد. حضور پررنگ یهودی‌ها توی نشریه از خاطر و خاک سپاریشون تو رسانه از خاطر بینندگان عزیز نره. و نکته جالب این ماجرا اینه که امروز کشورهای محور مقاومت اصلی ترین جریان هستن که با این تکفیری دارن می‌جنگن. در واقع باید فرانسه بده از ما چیکار کنه؟ دستبوس ما باشه. اما اینطور نیست. من تصاویر رو فقط وقت داریم حالا بله خیلی کوتاه پخش بکنم. عکسایی هستش از فرانسه ببینن دوستان. این طرفداران جنبش دیدونه هستن، جسوی دیدونه، بعد که جمع شدن میبینید اصلا چهره های فرانسوی هم توشون هستن و اینا بیدار شدن دیگه. خب این همون جوانان اروپایی هستن که رهبر انقلاب نکتش رو میگه. و نکته دیگه که مد نظر اینه که خیلی عجیبه، یک عده کشیش آمدن رفتن بر دفاع از مساجد، دور مساجد رو گرفتن. خب آره این یه نکته زیبایی داره در و این طرفداری باز اون طرفیان که نوشتن ما طرفدار شارلی هستیم. و ببینید
اونا تو این جو رسانی باید بهشون حق بدی. اونا به خودشون میگن بله. وحوش از کجا اومدن؟ خب اینا که و این پلاکاردهایی که پخش میکنن و اینا، این نکات رو من عرض بکنم. یه کلیپ یک دقیقه‌ای هم دارم از رهبر ایونجلیستا که این 15 سال پیش این حرف زده بوده. من میخوام الان پخش بکنم، قضاوت هم میسپارم به مردم و خودشون قضاوت کنن. اینو آمادش بکنم، سر جای خودش قرار بدم. این آقا جری فالوله، کسیه که اصلا جورج بوش با هماهنگ او حمله کرد به عراق. این رهبر دینی بود، این که الان شارون الان قفش نشونه. جالبه اون موقع بعد 11 سپتامبر هم چی شد؟ این نماینده مسیحیت، اونم نماینده یهودیت اومدن با هم دست دادن. خب به اسرائیل چرا ربطی داره 11 سپتامبر؟ مگه به اسرائیل حمله شده؟ اومدن گفتن ما چی؟ ما هر دو اینجا بدارم صحبت. خوش آمد آقای نخست وزیر، خوشحالم که شما رو میبینم. اینجا میان چی میگن؟ میگن که ما در مقابله با تروریسم با هم مشتریم. تروریسم یعنی چی؟ اسلام. اما خب بنیان دینی اینو بدونید. That's precisely what the Bush administration and the Israeli government have been saying since September 11th, that they're allies in the war on terror. But the Christian fundamentalists go further. They say it's not just an alliance between nations, but between religions. بلکه اتحاد میان دو دین است. دقت بکنید، اتحاد دو دینه. این جری فالور، میخوام این مصاحبه رو من زیرنویسش هم بخونم برای همه بینندگانت. ببینید چی میگه این جری فالور. البته پدرک واسه شد الحمدلله، اما فرق نمیم، تفکرش باقیه. ببینید چی میگه. اون مجری میگه فکر میکنم خیلی از مسلمان ها این روزا احساس میکنن که مسیحی ها و یهودی ها علیه اونا با هم متحد شدن. نظر شما چیه؟ میگه بله همینه، همینطوره. من متاسفم ولی همینطوره. امیدوارم فروکش کنه، ولی این مسئله امروز واقعیته. فالول معتقده هرچند بسیاری از مسلمان ها میخوان تو صلح زندگی بکنن، ولی مرزها از قبل مشخص شده. این فیلم رو 15 سال پیش، حالا کمتر یا بیشتر، مسیحا و یهودا در یک سو داره کلیسا رو نشون میده و کنیسه و اون طرف هم مسجده تو این تصویر، و مسلمان هم در سوی دیگه. او اضافه کرد این مرزها بیش از 1000 ساله که رست شده. بیش از 1000 سال یعنی چی؟ یعنی از اون موقع اومدن اسلام. ما یهودی و مسیحا یه طرفیم، در حالی که قرآن به ما گفت چی؟ مسیحا با شما. فکر میکنم محمد یک تروریست است. ببین میخوام بفهمن بینندگان عزیز این عقبه فکری اینا کجاست. این ملعون داره میگه. من به اندازه کافی تاریخ زندگی رو خواندم، چه به قلم مسلمانان و چه غیر مسلمانان. کی داره تو زمین اینو بازی میکنه؟ همین تکفیری ها. میگن بابا اینا وقتی سر میبرن دارن اسم پیغمبر رو میبرن. خب لابد پیغمبرشون همینجوری بوده. احادیث جعلی بیارن آقا، روایت های بسوشون جعل کنن که همسال همین یهودی های مسلمان شده صدر اسلام خیلی اینا رو آوردن که چی؟ آقا پیامبر دستور بده به ذهب برید سر ببرید فلان کنید به همان کنید، اسلام رو دین خشونت نشون بدن، در حالی که پیامبر ما رحمتا للعالمینه. بقیه کلیپ رو اینا داشته باشیم. او یه خشونت طلب است و یک جنگ سالار. پس هم این مجرم میگه، میگه پس همونطور که موسی الگوی یهودی هاست و عیسی الگوی مسیحی هاست، محمد هم الگوی مسلمانه و یک تروریسته. داره سوال میپرسه. به اعتقاد من بله. و همچنین معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستن. حالا ببینید چی میشه. اون کشیشایی که میرن از مسجد دور مسجد رو میگیرن، میشن نماد محبت. میگه درسته اینا با ما حمله میکنن، ما باید بریم کار کنیم. من کار خیر اینا رو میستایم ها، خب اما میخوام بگم که پشت این داستان ها خیلی نکات هست. بله، هزار نکته با یک فکر میکنم محمد درست در مقابل این هاست، یعنی نماد عشق و محبت نیست و تروریست. ببین من کلی فیلم داشتم از این واقع و از این ماجر، از حضور نتانیاهو هم سالام که دیگه میگذاریم به خاطر اینکه زیادم مصده اوقات شریف بینندگان عزیز نشیم. خیلی خوشحال شدم از اینکه من در خدمت شما و بینندگان عزیزتون بودم در این برنامه. امیدوارم که بینندگان عزیز بنده رو از دعای خیر خودشون بی نصیب نکنن. خب خیلی ممنونم از شما دوستانم. دیگه فکر کنم فرصت ما تمام شد دیگه. من فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ما فردا شب و پس فردا شب هم برنامه رو داریم، برنامه زنده پیامبر رحمت، فردا شب که جمعه شب هست ساعت 19 تا 20. اما یک مژده دیگه هم بهتون بدم که شنبه شب ساعت 20 تا 30
مهمان عزیزمون جناب آقای نادر طالب‌زاده هست که بر اساس چهره سرشناس است که حتما درخواست میکنم مثل امشب که خیلی از عزیزان همراهی کردن، هم پیامک دادن، حالا خیلی هم شاید دوست نداشتن یا فرصت نشد ما به ما پیامک بدن یا نتونستیم پیامکاشون رو بخونیم، اما همراهی کردن ازشون ممنون سپاسگزار هستم. ما انشاءالله شنبه شب آقای نادر طالب زاده حتما مهمان برنامه ما خواهند بود. متأسفانه شنبه شب ما ساعت 8:30 برنامه‌مون آغاز خواهد شد. دوستان متفرمان بگن که چقدر فرصت داریم، اگر در حد 1-2 دقیقه هست که ما بگیم که آقای رائفی پور یک جنبندی از مطالب یا عیبی نداره. در حد 2 دقیقه اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه در پایان بفرمایید آقای رائفی پور، یا اگر جنبندی دیگه به صلاح خودتون. خدمت شما عرض بشم که من اول اینکه این کلیپ‌ها رو در اختیار شبکه قرار میدم تو سایت بگذارن اگر دوستان خواستن برن بردارن و استفاده کنن. نکته اصلی که میخوام عرض بکنم و جنبندی بکنم عرایزم رو این که این تکفیری ها هیچ خیری بر اسلام نداشته. فقط شر. فقط شر. یک جا اگر بوده بگید. بسم الله ما میخوایم. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. جز این که پیامبرمون فحش خورد، ناسزا شنید. جز این که قرآنمون رو با آتش کشیدن در اصل عمل کردین ها. جز این که به این فکر کنید تا 15 سال آینده دین اول اروپا قرار بود اسلام باشه. و در اروپا مگه دموکراسی حاکم نیست؟ معنیش چی میشه؟ یعنی نماینده های مجلس چی؟ مسلمان. آیا نماینده های مجلس مسلمان قوانین اسلامی وضع نمی کنن؟ آیا نخست وزیر مسلمان سر کار نمیارن؟ میدونید یعنی چی؟ این طور باید دنیا رو گرفت. نه این عمل کرده احمقانه یک مش جاهل و نادان ولایت اندلس و نمیدونم ولایت نمیدونم کجا و میخوایم خونریزی کنیم آدم بکشیم بیایم تا دل اروپا. خیلی از این فیلمایی که اینا دارن میسازن، این داعش ها میگیرن میذارن تو اینترنت، اینا اصلا هالیوودیه، تو استودیو ضبط شده. محل بحث نیست، وگرنه من کارم مدیریت رسانه است، اینا رو تحلیل میکنم دیگه. خب از اینا فراونه. ما بیایم چهره واقعی پیامبر و اون سیره محبتیش که از این خاندان ابو سفیان با اون همه فسادشون پیامبر گذشتن بعد از فتح مکه، که هیچ خیری در این خاندان نبود، هیچ خیری. پیامبر فرمود انتم طلقا، شما رم آزادی. این پیامبر ما، این چهرهشه. پیامبری که تو جنگ بدر وقتی 70 تا اسیر گرفته میشن میفرماد هر کدومتون بلدید به 10 تا مسلمان سواد یاد بدید آزادتون میکنم. خب این پیامبر ماست، یا این چهره خشنی که اینا دارن نشون میدن. و اینم بگم این دیگه صحبت صحابه و امیرالمومنین ها نیستش، صحبت خود رسول الله. بسیار خوب، از شما ممنون هستم آقای رائفی پور، خیلی زحمت کشیدید، خیلی استفاده کردیم. باور کنید ما میدونی که من دارم میگم نماینده همه بیننده ها هستم، اینجا نشستم، پیامک هایی که میگرد. خیلی تشکر کردن از شما، از صحبتاتون، فرمایشاتون، تحلیلاتون که بسیار کامل و جامع و درست بود. انشاءالله ما بتونیم باز تو برنامه بعدی خدمت شما باشیم و آرزوی سلامتی برای شما دارم. ممنون و متشکرم.